رفقا امروز اومدم با یه پست جذاب قرار خونه هاتون عطروبوی قهوه بگیره. خیلی وقت منتظر این پست بودید که براتون بذارم و قرار امروز 0 تا 100 کار با دستگاه اسپرسو رو بهتون یاد بدم. پس با من تا به انتهای ویدیو همراه باشید که هیچ نکته ای رو از دست ندید. خب دوستان، قبل از اینکه اساره‌گیری رو انجام بدیم میخوام قسمت های مختلف دستگاه اسپرسو رو بهتون نشون بدم، بعد بریم برای باقی آموزش. دستگاه اسپرسو پشتش، حالا تو هر دستگاه جایگاهش فرق میکنه، یه مخزن آب داره که باید آب مناسب برای دم‌آوری قهوه و کلن برای دستگاه های اسپرسو سازو داخلش بریزی، که توضیحات کامل نوع آب رو قبلا براتون استوری کردم و تو هایلایت قهوه سیف کردم. مخزن آب و این پورتافیلتر هستش که داخلش قهوه آسیاب شده رو میریزیم، با تمپر تمپ میکنیم خوب و در این قسمت نصب میکنیم. این قسمت اسمش نازل بخار هستش که به کمک این اهرم بخاری رو که دستگاه برامون درست کرده از این قسمت خارج میکنه، که چند نکته داره موقع فوم گیری که حتما با اون نکات رو رعایت کنیم تا یه فوم خوب و ایدئال داشته باشیم، که در ادامه آموزش نکاتش رو بهتون میگم که چه نکاتی رو باید رعایت کنیم. حالا که با قسمت های مختلف دستگاه اسپرسو آشنا شدیم، بریم برای اساره گیری قهوه. وقتی که دستگاهمون آماده شد برای اساره گیری، داخل پورتافیلتر قهوه آسیاب شده رو میریزیم. من قهوه آسیاب شده رو میریزم و الان میخوایم تمپ کنیم. قبل از هر چیز بهتره که بعد از اینکه قهوه رو داخل پورتافیلتر ریختیم از لولر استفاده کنیم برای اینکه قهوه‌مون یک نواخ داخل کاپ پورتافیلتر پخش بشه، که من فعلا اونو ندارم. با تمپر میایم قهوه‌مون رو تمپ کنیم. قبل از این تمپ کردن 2-3 حرکت به بدنه پورتافیلتر میزنیم، قهوه‌مون یکم منظم بشه، بعد با تمپر تمپ میکنیم. فشار دست روی تمپر باید به صورت دستمون به صورت عمودی و با یک حرکت یک فشار روی قهوه میاریم که قهوه‌مون فشرده و صاف و یک دست بشه. به این شکل قهوه‌مون رو تمپ میکنیم و میریم برای اساره‌گیری. پورتافیلتر رو روی دستمون پورتافیلتر میذاریم و شروع میکنیم به اساره‌گیری. بعد از اینکه قهوه‌مون رو اساره‌گیری کردیم، دستگاه رو میذاریم رو حالت بخار که بخار آب آماده بشه برای فومگیری از شیره. قبل از اینکه نازل بخار رو داخل پیچر بذاریم و فومگیری رو انجام بدیم، باید آبی که در قسمت نازل بخار هستش رو تخلیه کنیم. به کمک این اهرم آب داخل نازل بخار رو خالی میکنیم تا جایی که بخار از نازل بیرون بیاد و دیگه آبی بیرون نیادش، چون وقتی که آب وارد شیرمون بشه باعث میشه که فوم خوبی رو نداشته باشیم. خب دوستان، در این قسمت باید به صداها خیلی توجه کنید تا بتونیم فومگیری خوبی داشته باشیم، چون اگه فوم سنگینی داشته باشیم نمیتونیم باهاش آرت رو روی قهوه اساره‌گیری شدهمون انجام بدیم. پس الان با من دیگه خوب دقت کنید تا صداها رو بشنوید، ببینید به چه صورت فومگیری رو انجام میدیم. شروع میکنیم به فومگیری. قسمت لبه دهانه پیچر رو میذاریم این قسمت نازل بخار و دهانه نازل رو روی سطح شیر قرار میدیم و اگه پیچر رو به 4 قسمت تقسیم کنید، در این قسمت نازل بخار رو میذاریم و اهرم رو باز میکنیم. در ابتدا شروع می‌کنیم به درست کردن حباب روی سطح شیر. این صدا رو گوش بدید. وقتی به این مرحله رسید، یه مقدار دهنه ناظر بخار رو داخل شیر بیشتر فرو می‌بریم و منتظر می‌شیم تا یک فوم یک دست برامون درست کنیم. دقت کنید شیر اصلا نباید جوش بیاد و درجه حرارت پیچه باید در حدی بشه که با پشت دستتون گرماشو بتونید تحمل کنید. وقتی نازل بخار رو بیشتر داخل شیر فرو کردیم، باعث شد اون حبابایی که روی سطح شیر ایجاد شد از بین بره و شیرمون حالت کرمی پیدا کنه و تا جایی اینو ادامه میدیم که صدای بعدی توش ایجاد بشه، که الان میگم چه صدایی. ببینید این صدای تیز رو شنیدی؟ دیگه کم کم شیرمون فومگیریش به اتمام رسیده و نازل رو میبندیم. حتما بعد از اینکه فومگیری کردید نازل رو تمیز کنید، بذارید
مقداری بخار خارج بشه که نازلمون تمیز بشه. بریم برای آرتمون. بعد از اینکه شیرمون رو فوم گیری کردیم، یکی دو بار میکوبیم که حباب های توی فوم بیاد روی سطح شیر و از بین بره، که بریم برای آرت زدن. فنجونمون رو به این شکل داخل دستمون میگیریم و به صورت دورانی اول مقداری شیر رو داخل قهوه‌مون می‌ریزیم و از مرکز فنجون شروع می‌کنیم به ریختن فوممون و در آخر به این شکل. یه مطلب دیگه این که در ابتدا فنجونمون رو کج میگیریم و مقداری از فوم شیر رو میریزیم، بعد از مرکز فنجون شروع میکنیم به زدن تولیپ، اون حلقه های گردیه که داخل قهوه‌مون میزنیم و پیچر رو به سمت جلو حرکت میدیم و میشه یه آرت جذاب به این قشنگی روی فنجون قهوه‌تون. نگم بهتون از عطر و بویی که اینجا پیچیده. اینم از آموزش امروزمون که با همدیگه یاد گرفتیم چطور با دستگاه اسپرسو ساز اصاره گیری کنیم و شیرمون رو فومدار کنیم و با اون شیر فومدار شده که یه شیر کرمی خیلی خوبی شده بتونیم روی قهوه هامون آرت بزنیم. و اینم بگم که حتما با تمرین کردن بچه ها میتونید به راحتی آرت های خوشگل روی قهوهاتون بزنید و لذتشو ببرید. مرسی که همیشه همراه هم هستید بچه ها. اگه سوالی بود توی کامنت ها در خدمتتون هستم. حتما هایلایت قهوه رو هم ببینید. فعلا خدا نگهدار.